سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش برگشتیم به کانال من و امیدوارم اگه این ویدیوها براتون مفیده ویدیوهامو لایک کنین و کانالمو سابسکرایب. بریم سراغ اریتره در شرق آفریقا که میونه خوبی با توریست نداره، نه صرفا برای ایرانیا، کلا ویزای توریستی به راحتی صادر نمیکنه. اریتره در ایران سفارت نداره، اگه بخواین ویزاشو بگیریم باید برین قطر، امارات یا از خود کشورهای آفریقایی مثل اتیوپی یا آفریقای جنوبی ویزاش درخواست بکنین و کلا پروسه سختی است و حداقل یک ماه طول خواهد کشید. بریم سراغ جیبوتی، دوست قدیمی ایران و دشمن حال حاضر ایران که تا چند سال پیش ویزای 30 روزه فرودگاهی واسه مصادر میکرد با 85 دلار، اما بعد از قضیه سفارت عربستان رفت تو تیم عربستان و ویزای توریستی صادر نمیکنه. اما به هر حال ویزای آنلاین داره و درخواستش میشه داد که به احتمال زیاد ریجکت هم میشه. بریم سراغ اتیوپی که اتیوپی هم چند سالی هستش که خیلی داره در زمین توریستیش فعالیت میکنه. اتیوپی برای ایرانی ها ویزه آنلاین صادر میکنه که 30 روزش 52 دلاره و 90 روزش 72 دلار. 3 روزه این ویزا صادر میشه و فقط یک شرط مهم داره که برای اینکه از این ویزا استفاده کنیم باید از فرودگاه پایتخت وارد این کشور بشین. کشور بعدی سودان جنوبیه که خیلی کشور جدیدی، از سال 2012 مستقل شده. خیلی سفارتخونه در جای خاصی در دنیا نداره، اما ویزاش آنلاین صادر میکنه که از 100 دلار شروع میشه تا 350 دلار برای یک ماهه تا 6 ماهه ویزا صادر میکنه. کشور بعدی کامرونه که کامرون هم تو ایران سفارت نداره. میتونیم از ترکیه، امارات، کنیا، اتیوپی یا بقیه کشور آفریقایی ویزاشو دریافت کنین. قیمت پروازش هم از حدود 1100 دلار تا حدود 1700 دلار هستش. بریم سراغ نیجریه. نیجریه تو ایران سفارت داره، اما خود ویزای نیجریه گرفتنش خیلی سخته، چون هم خود نیجریه لازم امنیتی خیلی اوضاع مناسبی نداره و هم اون کسی که درخواست ویزا میده بعد لازم امنیتی و پروندهش کامل بررسی کنند. اما به هر حال ویزا ممکنه صادر بشه و پروازش هم از حدود 1075 دلار شروع میشه تا 1300-400 دلار قیمتش هست. بریم سراغ بورکینافاسو. بورکینافاسو تو ایران سفارت نداره، خود کشورش هم امنیتش در حد متوسطه. اگه بخوایم ویزاشو درخواست بکنین نزدیکترین کشورها بهمون دوحه هستش که تو قطر و آنکارای ترکیه و خود آفریقا هم که میتونین درخواستشو بدین. ویزای 3 ماهه حدود 73 یورو و برای پروازش هم حدود 1100 دلار باید هزینه کنین. و بریم سراغ ساحل آش که تو ایران سفارت داره و سفارتش هم چسبیده به سفارت اوگاندا هستش. دو مدل ویزا میشه ازش گرفت، یکی این که مستقیم از خود سفارتخونه درخواست ویزا بدیم و یک مدل دیگه است که یه وبسایتی هست که من وبسایت براتون میذارم که در اون میتونین درخواست ویزا بدیم. ویزا اگه براتون صادر بشه بعد برین در خود ساحل آش، موقعی که رسیدین اونجا ویزا رو براتون میچسبونن توی پاسپورتتون. بلیتش هم نسبتا مناسب‌تر هست از بقیه جا، از حدود 900 دلار شروع میشه. خیلی ممنونم که ویدئومو دنبال کردید، امیدوارم واسهتون مفید باشه این اطلاعات. خیلی ممنون میشم اگه ویدئومو لایک کنین، کامنت بزنین و کانالمو سابسکرایب کنید.